آمد نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. آواز دلنشین و تراوت دلانگیز بهار با آواز نشاط آور حاجی فیروز همراه می شود. او نزدیک شدن نوروز را خبر می دهد. حاجی فیروز مردی لاغرندام و سیاه چرده است، با کلاهی شیپوری بر سر، جامه سرخ بر تن و گیوه نکتیز به پا. او با سازی کوبه‌ای که غالباً دایره زنگی است در کوی و برزن فریاد ارباب خودم سلام و علیکم را سر می دهد، تا تبسم را بر لب و طرب را بر دل شنوندگان بنشاند. اینکه خاصگاه این نمایش کدام است معلوم نیست. به هر حال هر پیشینه ای که این نمایش داشته باشد، حاجی فیروز خبر از نوروز می دهد و نوروز تکرار طبیعت است، بازگشته به زندگی، زایش و آفرینش، رستن و برخاستن، هنگام باززایی و تجدید حیات طبیعت است. این روز آغاز رستخیز مردگان و زندگان است. در این روز روانهای مردگان به جهان زندگان باز می گردد. ایرانیان با نشانهای نوروزی به استقبال این روز می روند. به نظافت خانه می پردازند تا آلودگی، پلشتی و سیاهی را دور کنند. با آنچه در توان دارند خانه را نو می کنند و خود را نیز. این ایام گذاری از سیاهی و پلشتی به پاکیزگی و نویست. به استقبال نوروز شتافتن گذاریست از زندگی پیشین به زندگی نو. در این مرحله که آخرین جمعه سال است، بسیاری به آرامگاه بستگان می روند. رفتگان را یاد می کنند و بازگشت مردگان را به جهان خاکی جشن می گیرند. برای استقبال نوروز، خان نوروزی می گسترند و خیشان و بستگان را دور آن می نشانند. برخی برانند که هفت فرشته مقرب بر این خان حضور دارند. خان نوروزی با انواع رستنی ها، نوشیدنی ها و خوردنی ها گسترده می گردد. و نشان از اعتقادات ایرانیان، به عبارتی نشان از باورهای کهن آریایی دارد. در برخی منابع آمده است که این سفره در آغاز با هفت موهبت از مواهب الهی که با حرف شین آغاز می شوند گسترده می شد. آنها عبارتند از شیر، شراب، شکر، شهد، شمع، شمشاد و شایع. شاعر بزرگ ایران حکیم رودکی سمرقندی درباره سفره هفت شین می سراید: عید نوروز مردم ایران می نهادند از زمان کیان، شهد و شیر و شراب و شکر ناب، شمع و شمشاد و شایع اندر خان. در گذر زمان این هفت شین به هفت سین تغییر پیدا کرد. ایرانیان برای هر یک از مواهب هفتگانه که بر سفره هفت سین می نهند معنای نمادین قائل شدند. البته تعابیر گوناگونی برای این هفت سین وجود دارد. مثلا سیب نماد سلامت فرد و جامعه، سرکه سمبل صبر در برابر دشواری ها، سماق نشان عدالت و امید به زندگی، سمنو نماد ستایش قدرت و نکوهش ضعف، سنجد نشان عقل گرایی و خردمندی، سیر نماد دارو و دور کردن بیماری و سبزه سمبل تجدید حیات است. عید نوروز زمان زدودن زنگ کدورت و گرد نفاق از دل خیشان و دوستان است. در این روز گذاری دیگر اتفاق می افتد. گذار از دشمنی به دوستی، از تیرگی به روشنی و از اندوه به شادی. پس از تحویل سال آرزوی دگرگونی
صعود بر نردبان ترقی، یافتن منزلت والاتر، سلامت و سعادت جاودان بخشی از هزاران آرزویی است که بر زبان می آید و بزرگترها به نشان سالی همراه با برکت و فراوانی و فزونی به سایر افراد عیدی می دهند. پس از آن همه در انتظار فردی می نشینند که گامی نیک، روی فرخنده و زبانی شادی بخش داشته باشد تا نیکی، بهروزی، سلامتی، تندرستی و شادی را برای افراد خانواده به ارمغان آورد. در این دوران با تجدید دیدار، ایرانیان و پارسی زبانان با یکدیگر تجدید عهد می کنند تا به نیکبختی یکدیگر پایبند باشند و برای یکدیگر خوشبختی، خیر و برکت آرزو کنند. در این روز نو و سایر ایام سال نو، عیدی دادن نشان از مرحمت و لطف نسبت به دیگران است. دستی است که برای افزودن برکت از آستین بیرون می آید. بسیاری عیدی را روز قبل در میان کتاب مقدس می گذارند تا واسطی باشند بین لطف و برکت الهی و بندگان او، تا پلی باشند که فراوانی روزی را برای سایر اعضای خانواده به ارمغان می آورد و اسباب وسعت و فراخی روزی می گردد. در ایام جشن طبیعت، خیشان، دوستان و آشنایان به دیدار یکدیگر می روند. پس از تحویل سال، افراد جوانتر به دیدار بزرگترهای فامیل می شتابند و در روزهای بعد، بزرگترها برای بازدید آنان قدم رنجه می کنند. ایام به شادی و شادکامی دید و بازدید می گذرد تا آنکه در 13 روز سال نو خانواده ها به دامان مادر طبیعت باز می گردند و از او خیر و برکت می طلبند. گرد آمدن خانواده ها در کنار یکدیگر و آغاز زندگی اجتماعی در این روز اتفاق می افتد. در روز 13 نو شدگی و تجدید حیات طبیعت جشن گرفته می شود. آرزوها می شکفند و امید به سالی سرشار از موفقیت، شادی و شادکامی در قلب همه جوانه می زند. اما سبب ماندگاری فر و شکوه نوروز چیست؟ دلایل متعددی برای عظمت نوروز می توان یافت. از آن جمله اینکه رگه‌هایی از اسطوره نوروز را در اسطوره بندهش و باززایی و بازآفرینی زمان یافتند. مفهوم نوشدگی، بازآفرینی و تجدید آفرینش جهان از اساطیر بن و اصلی محسوب می شود. نوشدگی باز شروع سال نو، یعنی هنگامی که دور جدید زمان آغاز می شود، صورت می پذیرد. اما تازه شدگی در اصل تجدید و تکرار تکوین عالم است. در هر سال نو خلقت تجدید و اثر گرفته می شود. پس نوروز برابر است با از نو آغاز شدن زمان. یمه یا جم یکی از درون مایه های اساطیر هند و ایرانی است. یمه در اساطیر هندی ایزد مردگانی است که به سعادت ابدی نائل شده اند. در اسطوره های ایرانی نام یمه یا جم با فرح شهریاری همراه است. بنابر باورهای کهن، روزگار جمشید بهترین روزگار بود، چون با سعادت، سرسبزی و خرمی همراه بود. در روزگار او پیری، درد و مرگ وجود نداشت. از سوی دیگر تختگاه هخامنشیان با نام او مزین شده است. تخت جمشید محل برگزاری جشنهای بزرگ نوروزی در زمان هخامنشیان بود. در نوشته های کهن دلائل متعددی برای پیدایش نوروز آمده است که به ذکر چند مورد بسنده می کنم. آورده اند که جمشید فرمان داد عرابه ای از آج و چوب بسازند و دیوان را در خدمت آورد تا او را از میان هوا یک روزه به بابل رسانند.
حکیم ابوالقاسم فردوسی در وصف این روز آورده است: همه کردنی ها چو آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاند. که چو خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمانروا. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو ماند از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. در تاریخ گردیزی یکی از قدیمترین کتابهای فارسی درباره تاریخ ایران از آغاز خلقت تا پایان پادشاهی مودود ابن مسعود غزنوی نوشته عبدالحی ابن ضحاک گردیزی آمده است که جمشید سنگی اندر گردن دیوی افکند و بر وی نشست و او را اندر هوا ببرد تا آنکه خدای عز و جل گرما، سرما، بیماری و مرگ برگیرد. چون دعای او مستجاب شد، شکر آن را جشن نوروز کردند. در منابع کهن آمده است که این نخستین روزی بود که جمشید مروارید را از دریا بیرون آورد و مردم این روز را جشن گرفتند. دیگران که در این روز آفتاب بر سریر جمشید تابید، پس آن روز را نوروز یا روز نو نامیدند و پس از آن این روز را جشن گرفتند. برخی برانند که نوروز جشن زایش و پیدایش آدمیان است، یعنی خداوند انسان را در روز آخر سال آفرید. پس جشن نوروز برای سپاس از این آفرینش و داده های آفریننده جهان است. از آنجا که وصف نوروز و قدمت و اهمیت آن بحثی گسترده است که در این فرصت کوتاه نمیتوان حق آن را چنان که شایسته است ادا کرد، پس کلامم را با این آرزو برای ایرانیان، برای همه پارسی زبانان و همه آنان که این روز را پاس می دارند به پایان می برم. مهربانا، جشن نوروزت خوش و فرخنده باد، بخت پیروز و دلت شاد و لبت پرخنده باد. گلبن شادی شکوفا باد در گلزار جانت، خار اندوه از گلستان دلت برکنده باد. چشم بینای تو روی دشمنی هرگز نبیند، سینه پاکت ز مهر و دوستی آکنده باد. به امید آنکه در این سال نو سالم و سرفراز بمانید، جوانهای امیدتان به بار نشینند و آرزوهایتان برآورده شوند، سال نو بر شما مبارک باد.